تو مسیر بهبهان 59 تا ماشین خوردن به هم، ایربگ هیچ کدومشون باز نشد. تاریخ رونمایی از سری S22 سامسونگ لو رفت. اولین گوشی تاشو با چیپ اسنپدراگون 8 نسل 1 معرفی شد. بریم تو تک تاک این هفته. سلام، من کوروشم، به تک تاک این هفته خوش اومدید. این هفته اخبار دیگه از CES گذاشتیم، اخبار دیگه روتین خودمون رو داریم دیگه. این معرفی شد، اون رونمایی شد، این لو رفت، این اتفاقات افتاد. و بریم از مهمترین یعنی عجیبترین خبر هفته گذشته بهتون بگم که 59 تا ماشین توی مسیر بهبهان خوردن به هم، همشون هم ایرانی بود. متاسفانه 5 تا از هموطنمون فوت کردن. تنها دلیلش هم این بوده، حالا دلایل دیگه‌ای داشته، ولی یکی از مهمترین دلایلش این بوده که 59 تا ماشین عینه 59 تا ماشین هیچ کدوم ایربگ هاشون باز نشده. یعنی نه که خود راننده خاموش کرده باشه، چون ما ایرانی ها کلن برای کاهش هزینه های تصادف یه عقیده‌ای داریم که ایربگ رو خاموش میکنیم. حالا ایربگ راننده رو خاموش نکنیم، سرنشین رو قطعا خاموش کنیم که مستقیم تو شیشه بره بیرون. ولی در هر صورت اینا این کار نکرده بودن و ایربگ هم باز نشده بود و رئیس پلیس راهورم قشنگ توپیده به این خودروسازهای داخلی که آقا پاشید بیاید جواب پس بدید رو که چرا این چه وضعشه و چه داستانیه. در صورت از این اتفاقات توی مملکت کم نیست. آها، اینم بگم که رئیس پلیس راهور رسما گفته عرابه مرگ به ماشینهای داخلی. بر اساس شایعاتی که از کره جنوبی به دست جهانیان رسیده، سری S22 قراره توی 19 فوریه یا 8 بهمن، نه 19 بهمن یا 8 فوریه معرفی بشه. پس 19 بهمن یعنی تقریبا 25-6 روز دیگه ما سری S22 رو داریم. از طرفی یه سری از اخبار هم میگن که احتمالاً فقط نسخه اسنپ دراگون داشته باشه S22، یعنی اسنپ دراگون اصل اسنپدراگون 8 نسلی. چی اسمی کوالکام گذاشته؟ همش همه بازارمون باشه، حتی تو ایران هم با اسنپدراگون 8 نسلی 1 بیاد، که خب به هر حال چیپست عجیب غریبیه. البته با توجه به اینکه بنچمارکاش لو رفته، میدونیم که یه ذره از A13 اپل که مال 2 سال پیش هم حتی ضعیف‌تره از لحاظ پردازش CPU، ولی گرافیکش پا به پای A13 و حتی A15 هم ممکنه برسه. این از این. یه نکته جالب اینم این بهتون بگم که S22 دیگه نسخه اولترا نداره، یعنی حداقل نسخه اولتراش قلم داره، قلم S Pen. و دوباره همون منابعی که از کره جنوبی هستن میگن که تأخیر قلم S Pen نوت S22 اولترا از نوت 20 سه برابر کمتره. یعنی شما قلمه رو نذاشتی این رفته. برسیم به اولین گوشی تاشوی دنیا با اسنپدراگون 8 نسل 1. بالاخره اسمشو درست گفتم بعد از 10 بار. آنر ماجیک وی اولین گوشی تاشوی دنیاست که اسنپدراگون 8 نسل 1 داره. صفحه نمایش داخلش 90 هرتزیه. بیرونیش اینجوری میکنم چون اینجوری وا میشه، مثل زد فلیپ 3 اینجوری وا نمیشه. 90 هرتزیه. اینجوری یعنی کتاب دو آینه زد فولد 3. صفحه بیرونیش هم 120 هرتزیه. دوربیناش رو به اسنپدراگون 8 نسل 1 داره، دوربین سگانه داره. چیز عجیب غریبیه. آنر از وقتی از زیر پرچم هواوی اومد بیرون تازه داره شکوفا میشه، میشکفه همینجوری. گوگل پلی داره تو بازار خارج از چین، نمیدونم طراحیش طراحی جالبیه. میگه که من از هواوی استفاده نمیکنم. حالا که دیگه واقعا میکنه یا نمیکنه دیگه خودش داند و ماو و خدای خودشون، حالا دارم تو چین چی میپرستن. این از این. جونم واسه تون بگه که نوبت میرسه به اخبار مربوط به آیفون، بخش مورد علاقه من. آیفون های این امسال که بیان 14، همشون رم 6 گیگابایتی دارن و همشون نمایشگر پروموشن دیسپلی دارن، یعنی همشون 120 هرتزی هن. اما نکته هیجان انگیز اینجاست که نسخه های پروشون که علاوه بر اینکه 100 دلار گرونتر میشن، یعنی نسخه آیفون 14 پرو به جای 1000 دلار میشه 1100 دلار و آیفون 14 پرو مکس هم به جای 1100 دلار میشه 1200 دلار. نسخه پایشون به جای اون ناچ مسخره حفره دارن، دو تام حفره دارن، یه دونه حفره گرد دارن، یه دونه حفره کپسولی دارن. حالا این حفره به چه درد میخوره؟ به درد این میخوره که شما دوربین و دم و دستگاه فیس آیدی رو زیر نمایشگر قایم بکنی بدون اینکه اون ناچو داشته باشی. دوباره تاکید میکنم فقط نسخه های پرو، یعنی 14 پرو و 14 پرو مکس. حالا از اون ورد اون دوتای گوشی دیگه چی میشه؟ 14 مینی و 14 باریکلا. 14 مینی دیگه نداریم، به جایش آیفون 14 مکس داریم. حالا این آیفون 14 مکس چیه؟ ما یه دونه آیفون 14 داریم
که هم سایز این آیفون 12 و 13 و ایناست، 6.1 اینچیه. آیفون 14 مکس همین آیفونه با همین مشخصات، یعنی هیچ فرقی تو مشخصات پایه با آیفون 14 نمیکنه، فقط ابعاد شده 6.7 اینچ. بریم سراغ اسیدی ترین اخبار جهان، یعنی هیچی رو دست این تا سالها نمیتونه بیاد، و اونم اینه که برایان اکتون، یکی از همبنیانگذاران اسمشو نبر، حالا من اینجا اسمشو میبرم اگه نمیدونید، واتساپ، شده مدیرعامل موقت سیگنال، یعنی جای ماکسی مارلین اسپایک نشسته. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ الله اعلم. این مدیرعامل سیگنال، قربونش برم، یعنی آقای مارلین اسپایک، گفته که من دنبال کاندیدهایی میگردم، یعنی تو این هفته چند ماه گذشته دنبال افرادی میگشتم که بتونن به من کمک بکنن که سیگنال رو به جهتهای جدیدی ببرم و ویژگیهای جدیدی بهش اضافه کنم، کلا توسعهش بدم. ده خودش کلا کنارگیری نمیکنه از سیگنال، چون هیچ وقت هیچ چیزی رو نباید به مدیر عامل یا همبنیانگذاران اسمشو نبر بسپوری، چون تهش چیزای عجیب غریبی ازش در میاد. البته جلوتر یه چیز جالب بهتون میگم، ولی میگه من همچنان تو هیئت مدیره میمونم، ولی این آقا به صورت موقت فعلا مدیر عامل این سیگنال هست تا ببینیم چیکارش باش میتونیم بکنیم. حالا این آقای برایان اکتون یه تایمی سال 2018 از فیسبوک خداحافظی کرد، یعنی گفت آقا اصلا این اسمشو نبر، برای تو من نمیخوام، هیچی از این نمیخوام، چون به زاکربرگ میگفت آدم مزخرفی هستی. چرا؟ با یه مصاحبه تو مجله فوربس داشت سال 2018 گفتش که مارک زاکربرگ میخواد تبلیغات رو برداره بیاره تو واتساپ، و این با دی ان ای و ماهیت واتساپ متفاوته، یعنی نمیخوره، به جون هم نمیخوره. کلا زاکربرگ از هر چیزی میخواد یه پولی در بیاره. اینم بهتون بگم با عنوان خبر آخر که 430 گیگابایت گیگابیت پهنای باند کشور که توی مسیر قطر بود از زیر آب کوسه گازش گرفت و لنگر کشتی بهش گیر کرده بود، پاره شده بود، خدا رو شکر بعد از همت مسئولین برگشته سر جاشو، دیگه از این بعد میتونید به همون سرعت زغالی قبلی برگردید. اگه الان سرعتتون قبل زیر زغال چی داریم دیگه، سرعت با فندک، آره مثلا الان فندک میگرفتین الان با زغال میتونید برگردید. در صورت این داستان بود از هفته قبل. بریم وارد بخش کامنت ها بشیم. نه اول مهمون ها بعد کامنت ها. خب رسیدیم به بخش مهمون این هفتهمون. مهمون این هفتهمون رو من به این دلیل انتخاب کردم که یه موضوع خیلی داغ داریم باهاش صحبت بکنیم. حمید مهمون دومی، مهمون تک تاکه. چطوری حمید؟ سلام. سلام خوبی؟ ندیدیم ما از صبح هم دیگر. آره ما ندیدیم هم دیگر رو. سلام به همه. خیلی خوشحالم که توی این برنامه تک تاک به عنوان دومین مهمون دیجیاتو حضور دارم و دوست همه بحث داغ بانده شده. حمید یه سوالی که خیلی از بچه ها کمتر شد، اصلا خیلی هم ندارن، تو چند وقت توی دیجیاتو هستی؟ من خیلی وقته بخوام حساب کنم، فکر کنم اولین مطلبی که من منتشر کردم برج 7.95 بود، یعنی میشه الان 5 سال و فکر کنم 5 سال و 3-4 ماه. خب پس 5 ساله که توی دیجیاتو هستی و از همون اول هم تمرکز حمید عمر رو سخت افزار بوده و البته هاردورگای ماه. آره ولی اون اول از زمین خاکی شروع کردیم تحریریه. یه 2 سالی تو تحریریه خبر رو اینا میبشتم من و بعدش دیگه با سینا که یادش بخیر دیگه اومدیم تو بخش سخت افزار. سخت. آره اون تحریریه همیشه دریچه ورود به دیجیاتو همه میرن. من خودم یه 6-7 ماهی تو تحریریه بودم و بعدش اومدم اینجا. خب حمید بحث امروزمون اینه که چرا اپل تونست مایکروسافت نتونست. حالا این داستان داره، از این نظر منظورم اینه که اپل معماری x86 رو کلا بی خیال شد و حالا درسته که برای ما در عرض 1-2 سال تازه داریم اینو میبینیم، ولی احتمالاً 7-8-10 سالی پشت قضیه داشته رو معماری آرم کار میکرده. از سال 2010 که اولین چیپ آرم خودش رو طراحی کرده توی آرمه و الان 2 سالیه که لپتاپاشو با چیپ M1 و روی معماری آرم داره بازار عرضه میکنه که اصلا تعریف هم لازم نداره، یعنی هم خودت قشنگ بررسی کردی و هم توی لایوش هم که عجیب غریب بود دیگه، مخصوصا M1 پرو M1 مکس رو که معرفی کرد داشتیم گریه کردیم دیگه ما. حالا برعکس این قضیه مایکروسافت اصلا نتونسته این کار انجام بده، یعنی پلتفرم ویندوز آن آرمش که تا حالا قبل اینکه ویندوز 11 بیاد ویندوز 10 آن آرم بود، الان ویندوز 11 آن آرمه، نتونست موفقیت اپل رو تکرار بکنه هم توی بخش نرم افزارش و هم توی بخش سخت افزارش. به نظر دلیل اصلی
اینکه مک اپل به سادگی تونست این کار انجام بده و ویندوز هنوز نتونسته این کار انجام بده چیه؟ خب جوابش هم خودت جوابش تو میدی. ببین من شاید مقدار بهتره که کلی‌تر رو این قضیه نگاه کنیم و شاید سوال مهمتر این باشه که آیا اصلا مایکروسافت نیاز داشته به همچین چیزی که بره تلاش کنه تون حوزه و موفق بشه و نشده. حالا یه ترایی کرده قبلش مثلا با یه سری چیپ آره، ولی واقعا مسئله اینه که مدل کسب و کار اپل و مایکروسافت فرق میکنن با هم. اپل یه شرکتیه که داره یه دیوایسایی میده که دست کاربر نهایی میرسه و خب خیلی پاپیولارن، خیلی پرفروشن و درآمد اصلی اپل هم رو همیناست و برای همین خیلی جدی‌تر میگیره این قضیه. ولی مایکروسافت خب ببین پرکاربردترین و پرفروش‌ترین سیستم عامل دنیا رو داره. درسته؟ شما یه ویندوز داری، هزار تا شرکت دارن برای دیوایس میسازن. اصلا نیازی هست که اینو تغییر بدی؟ یعنی شاید مایکروسافت همچین نیازی احساس نکرده که بخواد. الان نیازش داره حس میشه. ولی یه تغییراتی هم داره تو این زمینه ایجاد میشه دیگه. دیدیم که متخصصای چیپ اپل دارن میرن سمت مایکروسافت و اینتل. یعنی شاید توی بازه مثلا 4-5 سال آینده اصلا بازی عوض شه. یعنی مایکروسافت، البته مایکروسافت بازم نمیاد تو این حوزه دیوایس‌های کانسومرش. یعنی این متخصصی که استخدام کرده رو پرزنده سرور بیشتر و میدونی سرور و خدمات ابری یکی از بزرگترین درآمدهای مایکروسافت. آره مایکروسافت آژورشون. آره برای همین به نظر من نمیشه اینجوری گفت که مثلا اپل تونست مایکروسافت نتونست. شاید اصلا مایکروسافت نخواسته وارد این حوزه بشه به صورت جدی و اون درآمد سخت افزارهای مایکروسافت بخش خیلی خیلی کمی از درآمدهای کلی مایکروسافت رو تشکیل میدن، در حالی که اپل نه، اپل از اون طرف اصلا کلا داره دیوایس میده و خدماتی که میده شاید مثلا 10-15% کل درآمدش رو تشکیل بده. خب ببین اگه تحرکات مایکروسافت تو این زمینه نگاه بکنیم، ما اول ویندوز آرتی رو داشتیم که با سر رفت دیوار، بعد سرفیس پرو ایکس رو معرفی کرد که خب یه سخت افزاری که خود مایکروسافت طراحی کرده و خود مایکروسافت هم داره میفروشه و تأکید زیادی روی آرم بودن این داشت. حالا درسته که مایکروسافت تا الان نخواسته بره، ولی الان بازار نیاز پردازنده های آرم یعنی پلتفرم ویندوز رو آرم رو داره احساس میکنه، چون لحاظ مصرف خود پردازنده خیلی بهینه ترن آرم و لحاظ مصرف باتریشون خیلی بهینه ترن، سبکتر و قابل همترن و کلن این داستان 5G بودن و موبیلیتی بودن قضیه همیشه بیشتر به سمت آرم داشته سنگینی میکرد. یعنی حتی ما مثلا چیپ قبلا چیپ‌های x86 رو اندروید هم داشتیم، یا انویدیا با تگراش اومد یه بازار جدید ایجاد بکنه ولی موفق نشد. یعنی آینده رو این همسو هستیم که آینده داره به سمت آرم میره یا نه، یا همچنان ببین تو 20 خورده ای سال داری مستقیما از ویندوز استفاده میکنی و خب طرفدار عجیب غریب ویندوز هم هستی، ولی به این دلیل نیست که اصلا مک خوشش نیاد، ولی کلا ویندوز گای به قول تویتر ویندوز پرسن هست تا مک پرسن. ولی من احساس میکنم که اگر سرفیس یا همون سرفیس پرو ایکس یه چیپی مشابه اموان داشت از نظر سخت افزاری و یه امولیتوری مثل روزتا داشت، الان ویندوز 11 و مایکروسافت و سرفیس تو جایگاه بهتری قرار داشتن. و چرا الان تمرکزشو نمیذاره روی این؟ مرسی از سوال خوبی که پرسیدی، ولی من بازم برمیگردم سر همون قضیه. اون دیوایسایی که مایکروسافت الان ساخت با معماری با چیپایی که معماری آرم داشتن، به نظر من یه فقط تلاش بود، یه سبک سنگین کردن قضیه بود. اینکه مایکروسافت بخواد بره روی آرم تصمیم مایکروسافت نیست به تنهایی، چون مایکروسافت خب یه سری دیوایس تولید میکنه، ولی اون دیوایس‌ها توی دنیای دیوایس‌های ویندوزی شاید درصد خیلی کمی باشن. یعنی اگر مایکروسافت بخواد این تصمیمو بگیره و این بهینه‌سازی رو انجام بده و این انتقال عظیمو انجام بده، بقیه شرکت‌ها ایسوس، ایسر، نمی‌دونم لنوو، همه شرکت‌ها باید همزمان این تصمیمو بگیرن و همه با هم بیان روی این قضیه. یعنی این یه تصمیمی به نظر من نیست که مایکروسافت بگه خب من میرم رو آرم و همه شرکت‌ها بخوان طراحی‌هاشون و همه چیزاشون رو تغییر بدن و بیان روی این قضیه. و میگم خب شاید الان به قول تو که این نیاز داره احساس میشه و خب تغییراتش هم توی
تیمای سخت افزاریشون شکل گرفته، شاید توی سالهای آینده این قضیه پررنگ تر بشه. ولی الان مایکروسافت ویندوزش رو میفروشه، شاید باور نکنی ولی شاید 30% از درآمد ویندوز فقط مایکروسافت از فروش لایسنس ویندوز فقط آره. و میده به بقیه شرکت ها، درآمدش هم داره، چرا باید اینو خراب کنه؟ حالا میگم تلاش کردن اوکیه و رفتن و به قول تو شاید آینده رو این پرزنده کم مصرف باشه، شاید هم اینتل و ای ام دی که خیلی به اول و ولا افتادن توی این نمایشگاه سی اس هم که دیدیم، شاید اینا هم بتونن آره یه کاری بکنن و بتونن مثلا توی این زمینه بهینه‌سازی بهتر عمل کنن در نهایت. خب لحاظ نرم افزاری نمیتونه دو تا دنیا رو با هم داشته باشه. ببین اپل اومد روزتا رو معرفی کرد، روزتا اصلیش مال زمانی بود که از پاور پی سی سویچ کرد روی مموری x86. روزتای دو هم از زمانی بود که از x86 تو رو سویچ کرد رو آرم و خودش میگه که من از دوتا رو دارم ساپورت میکنم و فقط این یه امولاتور داره این وسط، یه مترجم اگر بگیم بهتره، که میاد برنامه‌ای که بر اساس مموری اینتل نوشته شده رو ترجمه میکنه به آرم و خیلی هم خوب این کار انجام میده. یعنی همین استاد خودمون که این پشت نشسته هم فراتون بچم توم ریدر رو داره بازی میکنه روی مکبوک ایر خودش و خب برای x86 نوشته شده. مایکروسافت میتونه همچین کاری انجام بده، یعنی به جای اینکه بیاد ویندوزش رو کلا ببره رو آرم، اون امولاتور رو بیاره انجام بده. تا جایی که من میدونم هیچ وقت ویندوز امولاتور نداشته، امولاتور اپ های مختلف داشته، امولاتور مثلا بلو استک آره معماری نداشت، ولی مثلا بلو استک یه امولاتوری بود که حالا یه شخص دیگه هم توسعه شده که البته اونو آورده. و این به یک نکته جالبه همین که ویندوز 11 از اپ های اندرویدی پشتیبانی میکنه. خب اندروید عموما رو آرمه، اصلا معماریش رو آرمه و x86 نداره. خب وقتی میتونه این کارو انجام بده، چرا اپ های خودشو نمی، چرا اپ های مثلا آدوبی درست حسابی رو این کار انجام نمیده، چرا اپ های ویندوز خودشو این کارن؟ از لحاظ میگم اپل تونست، مایکروسافت نتونست. حالا تو میگی نخواست، ولی به نظرم برای کمپانی مثل مایکروسافت با اون همه ریسورس کاری نداره توسعه یه اپلیکیشنی که بتونه، یه مترجمی که بتونه اپ های x86 رو بیاره رو ویندوز آرم و دقیقاً همون رقابت هم انجام بده. حالا از لحاظ سخت افزاری اوکی محدود به کوالکام چون خودش چیپ تولید نمیکنه، یا به اینتل یا به اونور، ولی از لحاظ نرم افزاری میتونه این کارو بکنه و پارتنرهای مختلف خودش هم همچنان کنار خودش خواهد داشت و یه گزینه دیگه جلوش میذاره. چرا تا الان نرفته سراغ این مایکروسافت؟ ببین چند تا مسئله هست، چند تا نمیدونم ولی تا حالا دو تاشو میدونم هست. یکیش این که این روزتایی که اپل توسعه داده به نظر من یه چیز موقته، قطعا موقته. یعنی اپل فقط اومده این فراینده رو یکم چربش کنه که راحت‌تر مردم بتونن سویش کنن از اون قضیه به این قضیه، و راهکاری نیست که به نظر من اپل ادامش بده. یعنی این به نظر من به زودی به اون زمانی که تمام اپ‌ها یعنی توسعه دهنده‌ها مجبور شدن که اپ‌هاشون رو بیارن روی آرم، این روزات هم از بین میره و اپل هم ساپورت نمی‌کنه و میگه که اونم موقت بود، ما همچین چیزی نداریم که شما بتونین x86 رو اجرا کنین، می‌خواین استفاده کنین بیاین حتما اپ‌های آرم رو استفاده کنین. مسئله بعدی اینه که خب مایکروسافت هم این واسطه رو توسعه داد. این همه شرکت که ما داریم که لپتاپ میسازن، کی میخواد اونا رو اقناع کنه که برن سراغ پردازنده آرم؟ و اصلا پردازنده آرم قدرتمندی داریم که شرکت ها بتونن ازش استفاده کنن تو حوزه؟ چون میدید پی سی یکی از مهمترین کاربرداش گیمینگ. بله درست. خب ما آیا پردازنده ای داریم؟ حالا اوتوبرکان رو بکنم، ولی آیا پردازنده آرمی داریم که مثلا شرکت بیان استفاده کنن تو دیوایس های پرقدرتشون و جواب بازار رو بدن؟ من که فکر نمی‌کنم داشته باشیم. و اینکه هر شرکتی بخواد باز پردازنده خودش رو توسعه بده هم سالها زمان می‌بره و بار این مسئله میگم یه چیز اشتراکیه. یعنی اگه اینا به یه توافقی برسن که بتونن معماری آرم رو خودشون همزمان توسعه بدن، چیپ‌های قدرتمندی تولید کنن که تو تمام نیازهای کاربر تو حوزه پی سی که گیمینگ هست، برنامه‌نویسی هست، هوش مصنوعی هست و کلی کار دیگه، اگه اونها بتونن این رو به صورت مشترک توسعه بدن، بعد به نظر من مایکروسافت واقعا بر مایکروسافت کاری نداره. یعنی خب شرکتیه که رقیب اصلی اپل، حالا یه مدتی هم مارکت کپش بالاتر شد و از لحاظ نسبت سود به درآمد حتی از اپل بهتره، درسته درآمدش پایین‌تره ولی نسبت سودآوری مایکروسافت از اپل خیلی بیشتره.
سرویس‌های متنوع‌تری داره. آره، برای همین به نظر من کاری نداره، ولی مهمون نیاز است دیگه. الان که حالا اپل چند وقته این دیوایسشو داده تو بازار؟ دو ساله. الان که این همه دیگه داغ شده این قضیه، به نظر من اونام جدی‌تر می‌گیرن و آینده خیلی جذاب‌تر از این چیزی که هست الان خواهد شد. فقط زمان نیاز داره به نظر من. پس اگر من بخوام صحبت‌های تو رو جمع‌بندی بکنم، به یه همچین چیزی می‌رسیم. این که مایکروسافت به تنهایی تصمیم گیرنده در رابطه با آینده ویندوز نیست، چون شرکت‌های بسیار زیادی داخل این داستان هستن و اونا هم طبیعتاً باید مایکروسافت رو همکاری بکنن، یعنی نرم افزار و سخت افزار توامان باید به سمت آرم پیش بره. و از اون طرف هم یک سری از نیازهایی داره که یعنی یک سری نیازهایی وجود داره که هنوز آرم پاسخگوی اونا نیست، مثل گیمینگ یا مثل مثلا سرور یا مثل مثلا ورک استیشن های درست حسابی. این باعث یه این فعلا مانع فعلی این داستان ویندوزه که باعث میشه که نره سمت اون. ولی من احساس میکنم که اگر همونطور که اپل اینا رو هول داد سمت این قضیه، اپل بیاد مک پروی خودشو که چیز گنده درست حسابی قدرتمند در اصفهانی شده به سمت یعنی اینقدر آرم رو بتونه توسعه بده، یعنی با توجه به شایعاتی که هست میگه که 4 تا انوار مکس کنار هم قرار میگیرن برای مک پرو، به اون قدرت برسونه، اون وقت اینا هم ممکنه که دوباره عقب بیفتن و بخوان خودشونو به تکاپو بندازن که بیان برسن به اپل. البته اینو نمیگم که اپل داره جریان این قضیه رو میبره، ولی خب الان بخوایم نخوایم اپل شده یه بازیگر اصلی حوزه پردازش‌های دسکتاپ با چیپ M1ش و اصلا من دور نمیبینم حالتی رو که اپل بیاد با اپل آرکیدش وارد کنسولا بشه با پردازنده آرم اختصاصی خودش رو بتونه دیولپاره مخت، چون اون تپه پول عظیم نقدی که اپل داره رو شما هر کاری باهاش میتونید، شما میتونید دولت تعیین بکنی باهاش، واقعا انقدر زیاده. و من پیش‌بینی اینه اگر اپل بتونه گیمینگ رو هم با آرم به یه سمت به همون سمتی که الان برده ببره، اینا هم به تکاپوی بیشتری میافتن. آره طبیعیه که اپل میتونه این جریان رو بسازه، ولی خب اپل خیلی عقب تره تو این تو گیمینگ بی نهایت عقبه، یعنی اول با مکش یه حالی بهش بده. کنسول‌ها رو هم شما در نظر بگیرید، خب طبیعتاً دارن معماری x86 آره. استفاده میکنن و اصلا به نظر من فکر میکنم یه محدودیت‌هایی توی خود معماری آرم هست برای ببخشید برای پردازش‌ها، کلا برای پردازش‌های سنگین. و یه چیز طبیعیه که پردازش سنگین به توان مصرفی زیاد نیاز داره، یعنی این قانون فیزیکه، فکر نمی‌کنم به این راحتی بشه عوضش کرد. ولی آره فکر می‌کنم که این شرکت‌ها بتونن در آینده مسیر خیلی بهتری پیش برن با پیشرفتی که اپل تو این حوزه داشته. پس اینکه اپل تونست مایکروسافت نتونست، بیشتر اینه که اپل تونست مایکروسافت نخواست یا به تنهایی نمیتونه این کارو انجام بده. این بود، این سوالی بود که همیشه من می‌خواستم بپرسم از حمید که چرا اپل تونست چرا نتونست. همیشه با هم بحث داریم که چرا ویندوز و مک و فلان این حرفا. احتمالاً دفعه بعدی که اومدی اینجا راجع به خود ویندوز با هم صحبت می‌کنیم، راجع به این که چرا ویندوز میگن که چرا ویندوز سیستم عامل آدمای حرفه‌ایه، مک سیستم عامل آدمای غیر حرفه‌ایه. همینا در رابطه با اندروید و iOS میگن، یعنی میگن اصلا یه خیلی سواله، یعنی چیز فکت جالبیه که مک انقدر ساده است که شما هر کاری میخوای باشه انجام بده، نیازی به هیچ کاری نداره. فکر می‌کنم اون کانسپت قدیمی اپل بود که می‌خوای یه دیوایسی می‌سازیم که همه راحت بتونن استفاده کنن. الان فکر نکنم اینجوری باشه. الان ولی ویندوز 11 ویندوز پیچیده‌ایه. حالا تو ویدیوهای فردا من میگم تو سیتینگ که میری از توی سیتینگ پرتت می‌کنه تو کنترل پنل، از تو کنترل پنل پرتت می‌کنه تو یه صفحه قبل‌تر تو سیتینگ. حالا تو آپدیت های جدید قراره کلا کنترل پنل رو حذف بکنه، ولی خب این اتفاق ممکنه بیفته یا نه. هیچ وقت کنترل پنل حذف نکنه خیلی بهتره. من همه چی رو هنوز اونجا پیدا می‌کنم. من کلا من سیستمی ام، من خیلی ساده نگرم، یعنی دوست دارم جای ساده برم. اینو تو سری بعدی با هم صحبت میکنیم که اومدی. دمت هم گرم که مهمون تک تاک بودی. خیلی ممنون، متشکرم. متشکرم از شما که تشریف آوردین. بریم وارد بخش خدافظی. نمیخوای بچه ها بکنی؟ بچه ها خدافظ. خب الان رسیدیم به بخش کامنت هایی که شما برای ما توی کانال یوتیوبمون و زیر ویدیوی تک تاک گذاشتید.
من یکی دوتا کامنت دیگه هم توی ویدیوهای دیگه هم به چشمم خورد، لازم دونستم که اونا رو حتما واسهتون بخونم و بهتون توضیح بدم یه چیزا رو روشن بکنم. اول از همه بریم ویدیوهای تیک تاک خودمون نگاه کنیم. یکی حسین آتشین باریکالله اسم فامیل نوشته که ببخشید کورشون، فقط از اعضای دی جی آتوم مهمون دعوت می‌کنید یا اعضای دیگر فعالان حوزه تکنولوژی هم مهمون دعوت می‌کنید؟ نه، از تمام اعضای همه فعالان حوزه تکنولوژی ما به مرور دعوت می‌کنیم، تشریف بیارید اینجا. خیلیاتون اهورا نیازی، اهورا از رفیقای خودم به دعوتش می‌کنم حتما. مهدی شجریام هم گفتید بچهای موو نیوز، اونم دعوت می‌کنم، خیالتون راحت باشه. اول با بچهای خودمون آشنا بشین. استادو خیلی دلتون خواسته، استاد نگار داشتم برای هفته بعد یه برنامه توپ داره واسهتون آماده می‌کنه، می‌خوام بیارمش اونجا راجع به برنامه‌اش ازش سوال بپرسیم. واسه همین استادو نگار داشته بودیم واسه هفته بعد، واسه همین تو بخش مهمون نیده بودینش. چون واسهتون بگه که دیگه اینجا چی نوشین، همه نوشید استاد، استاد چقدر طرفدارم داره ماشاءالله. جونم واسهتون بگه که یکی نوشته که آقای علی ابراهیم پور نوشته در عرصه تکنولوژی انقدر ذوق زده نشده بودم که کاونتداون اینستاگرام فعال بکنم به خاطر اپلیکیشن، یعنی به خاطر لانچ تیک تاک. من واقعا از شما تشکر میکنم که انقدر تیک تاک رو دوست داشتین، یعنی انقدر واسهتون جذاب بوده که کاونتداون روشن کردین. من خودم کاونتداون روشن نمیکنم. اینم بهتون بگم که هفته بعد یه گیو اوی مشت داریم، پس حتما برای هفته بعد همراه ما باشین که یه گیو اوی توپ داشته باشین. از همین کامنت ها هم واسهتون انتخابش میکنم. آقای ابوالفضل خالقی دوباره گفته که اهورا نیازی رو دعوت بکنید. خیلی اهورا نیازی طرفدار داره، شما میدونستی؟ بله. و همینجوری با قدرت ادامه بدید. چش، متشکرم. اهورا رو حتما دعوت میکنیم. جون واسط بگه که یه ویدیو راجع به آقای مهدی نوشته، یه ویدیو راجع به پیشنهاد خرید لپتاپ در بازار، در بازارهای مختلف بذارید. تو اینستاگرام دیجیاتو ما داریم، تقریبا هر دو هفته یه بار یه راهنمای خرید لپتاپ تو بازارهای مختلف داریم، ولی اگر ویدیوشو میخواین چشم، حتما ویدیوی اونم درست میکنم. ولی یا خودم یا مریم یا امیرحسین، یک کدوم از ما ویدیوی راهنمای خرید لپتاپ تو بازارهای قیمتی مختلفو حتما واسهتون درست میکنیم. آها، باری کلا یکی نوشته که سلام به آقای ارسلان زیایی، رسو فانو جالبی نوشته برنامه های دیجیاتو به همینا ختم میشه دیگه، تاپ 10 درست نمی کنید. تاپ 10 ما با مدل جدید درست کردیم و ویدیوشو جمعه همین هفتهی که گذشت منتشر کردیم واسه تون. 5 محصول اپلی که دیگه نمیشه خریدشون یا دیگه تولید نمیشن. مریم وظیفه‌شو، یعنی مسئولیتش به عهده‌شه، زحمتشو میکشه و هر جمعه ما تاپ 10 های جذاب داریم، متفاوت از اون تاپ 10 های قبلیه، همش هم با مریمه. پس حتما اگر ویدیو جمعه رو ندیدید برید ویدیو جمعه رو نگاه کنید که سافت ریبوت تاپ 10 هامونه. این بود کامنت های شما. هفته بعد حتما کامنت بذارید. اگه تا الان با خودتون گفتید خب حالا من کامنت نمیذارم، هفته بعد حتما کامنت بذارید که کامنت شما برنده داره و یه جایزه خفن از تک تاک برای شما ارسال میشه. این از این، بریم توی پیشنهاد هفته. رسیدیم به بخش پیشنهاد هفته. هفته قبل یه برنامه خیلی توپ بهتون معرفی کردم که از نمونه‌های مشابه 100 برابر بهتره، حالا خودتون برید نگاه میکنید. ولی این هفته میخوام یه برنامه خیلی جذاب دیگه بهتون معرفی بکنم که دغدغه شما رو تو یه سری از کارا کم میکنه. مثلا کجا؟ مثلا شما میخوای تایید هویت دو مرحله‌ای اپل آیدی تو روشن بکنی، شماره ایران ساپورت نمیکنه، چیکار باید بکنیم؟ یا مثلا از اپلیکیشن رمزساز آتی میخوایم استفاده بکنیم، ایران نداره. یا مثلا یه وبسایتی میخوایم ثبت نام بکنیم، فقط حتما باید شماره تلفن بدیم، دوره ایران نداره، حالا به هر دلیلی. پیشنهاد اول و راحت ترین گزینه اینه که بریم توی گوگل سرچ بکنیم فیک مثلا یو اس نمبر جنریتر و یه سری شماره مجازی برای شما میاره، اونا رو میزنید، ثبت نامتون میکنید، تموم میشه میره. اما هشداری که میخوام اینجا بهتون بدم اینه که این شماره ها عموما عمرشون 2-3 روزه، اگر خیلی بهتون حال بدن 1 هفته است که شما میتونی به شماره همچنان دسترسی داشته باشی. و اتفاقی که اینجا میفته خصوصا در مورد مثلا اپل آیدی اینه که شما اپل آیدی تو درست میکنی، شماره مجازی مزخرف چرت و پرت در پیتو بهش میدی، بعدن میخوای از گوشیت لاگ اوت بکنی یا دوباره لاگین بکنی، میگه خب من به اون شماره یه دونه پیامک دادم، یه اس ام اس دادم، یه کد 6 رقمی فرستادم، اون شماره کد رو بزن و هیچ جورم نمیتونی این کارو بکنی.
یعنی نمیتونی از اون سه تا سوالی که انتخاب کردی استفاده بکنی، چون اون اولویت و امنیتش بیشتر از اون سه تا سواله. و اینجوری میشه که شما یا گوشیت لاک میشه یا از اپل آیدیت میفتی بیرون و دیگه از اون اپل آیدی نمیتونی استفاده کنی، یعنی شماره‌هات و عکسات و هر چیزی که داری از بین میره، یا از اون بدتر اینه که گوشیت لاک بشه دیگه نمیتونی بفروشیش، یا باید یه هزینه خیلی خیلی زیادی بکنی، مثلا 4-5 میلیون که برد گوشیتو تعویض بکنن، یه بلای سرش بیارن، یا اینکه هیچی دیگه، بیخیال میشه یه گوشی مثلا برفرض 20 میلیونی بیفته گوشی خونه. حالا اپلیکیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم کاملا رایگانه و امتحانشو پس داده. چجوری میگم امتحانشو پس داده؟ من تقریبا 2 سال دارم ازش استفاده میکنم، یه دونه شماره مجازی آمریکا دارم و کاملا هم در اختیار خودمه، یعنی شماره رو به من میده و این شماره رو به کس دیگه نمیده و جنریت هم نمیکنه که هر سری یه کاری بکنیم. اسم اپلیکیشن تکست ناو، یه دونه اپلیکیشن خیلی جامع و جمع و جوره که زیر نظر اپراتور اسپرینت آمریکاه. خب پس حالا میگین اسپرینت با چیز ادغام شده، با تی موبایل ادغام شده، ولی همچنان بخشی از این فعاله و اگر شما تو آمریکا باشید میتونید به عنوان ای سیم فعالش بکنید این شماره رو. پس در نتیجه همه چیش شفاف و واضحه و بیسش هم تو آمریکاست، یعنی چین و مین و اینور اونور نیست. این بود از تک تاک این هفته، امیدوارم از دومین قسمت از تک تاک خوشتون اومده باشه. هفته بعد از الان نویدشو بهتون میدم، استادو داریم، میخوایم سوال پیچش کنیم، اصلا فلسفه شکلگیری استاد ازش بپرسیم داستان چیه. و اینم بهتون بگم که گیو اوی داریم و گیو اوی مون از شخص استاد، یعنی استاد تقدیم شما میکنه این گیو اوی رو. پس حتما قسمت بعدی ما رو نگاه بکنید. چجوری؟ با سابسکرایب کانال یوتیوب دیجی آتو. اینم یادتون نره که تک تاک فقط توی یوتیوب پخش میشه، پس جاهای دیگه منتظرش نباشید، برنامه اختصاصی یوتیوب ماست. مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعدی.